که قراره را بیفته این برنامه؟ امیدوارم تا مثلا یه ماه دو ماه دیگه، امیدوارم، اینا همه امیده. خب درست شد، سروش سر بریم اسپانیا. این چهره خوشتیپ و باحال که اصلا من چهره بانمک، چهره خوشتیپ نه این این موقع خوشتیپ، بعد فوتبالیست ها، یعنی من موقع اصلا هافبک تکنیکی خلاق همه چی تموم بود دیگه، و اصلا انگار پشت سرش چشم داشت، اصلا همه جاش چشم داشت. خیلی خوشحالیم که در خدمت گوتی هستیم، بازیکن شاخص فوتبال اسپانیا، بازیکنی که همه با اون پشت پاهای عجیب و غریب و استثنائیش میشناختیمش. گوتی عزیز سلام، شبت بخیر. سلام، شبتون بخیر. خب اول لازم یورو صحبت بکنیم. آیه گوتی، فکر میکردی که اسپانیا با این تیم جوونش اینقدر خوب کار کنه، همه رقبا رو ببره و به نظر به راحتی به فینال برسه؟ Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa para todos. Creo que sabíamos de la calidad de nuestros jugadores, pero ha sido una gran sorpresa. خب در حقیقت این برای ما خیلی باعث غافلگیری و سورپرایز بود. هممون میدونستیم که بازیکنای بسیار با کیفیتی داریم، ولی این برای ما یه غافلگیری بود، سورپرایز بود. سیسیگه nosotros estábamos pensábamos que la fase de grupos la íbamos a pasar fácil, pero es verdad que para nosotros ha sido una sorpresa, ¿no? El rendimiento de la selección española tanto contra Alemania como contra Francia. ما فکرشو میکردیم که بتونیم از مرحله گروهی رد بشیم، صعود کنیم، ولی خب واقعا اون اتفاقاتی که جلوی آلمان و فرانسه افتاد همه ما رو غافلگیر کرد. و ما قبلش داشتیم در راجع به لامین یامال صحبت می‌کردیم، بازیکن 16 سال و حالا چند روزه تیم ملی اسپانیا. یکم فراتر از سنش بازی نمی‌کنه به نظر؟ یکم پخته‌تر از سنش بازی نمی‌کنه؟ Supuesto, yo creo que ha sido una gran sorpresa. Creo que es un jugador con una estrella especial. مطمئناً همینطوره. به نظرم خیلی بیشتر از سنش داره بازی میکنه، بالاتر از سنش بازی میکنه و استعداد بسیار خاصی داره. Seguramente yo creo que va a ser de los jugadores que van a marcar una época no solo con el Barcelona sino también con la selección española, ¿no? Yo creo que está llamado a ser el siguiente Messi, ¿no? del Barcelona. و به نظر من مطمئناً از اون بازیکن‌های خواهد بود که میتونه یک دوران جدید رو رقم بزنه، و نه تنها در بارسلونا که در اسپانیا این کار رو انجام خواهد داد و به نظر من میتونه یک مسی جدید باشه. از 16 ساله گوتی بهتر یامال زمانی که 16 سالت بود؟ Seguramente sí, seguramente sí. مطمئناً بله، مطمئناً همینطوره. Es un jugador muy especial, o sea, es un jugador que creo que él solo te gana un partido. یه بازیکن خیلی خیلی خاصه که میتونه به تنهایی باعث این بشه که شما بازی رو ببرید. رودری هم گوتی فکر میکنم که خیلی نباشه درخشانی داشته، تو سیتی فوق‌العاده است، هر وقت نباشه تیم دچار مشکل میشه. تو تیم ملی اسپانیا به نظر میسه همون نقش داره رودری. Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que todos sabemos lo que es Rodri para la selección española. Creo que lo ha demostrado en el Manchester City, que es un grandísimo jugador. بله، ما همه ما ارزش رودری رو برای اسپانیا به طور کامل درک می‌کنیم. بازیکنیه که تونسته تو منچستر سیتی بازیکن خیلی مهمی باشه. Sí. Y seguramente si hablamos de Lamine Yamal como el jugador más emergente joven de la Eurocopa, yo creo que Rodri es el jugador más consagrado, ¿no? Yo creo que es un jugador que para España es fundamental. و اگر در مورد یامال به عنوان یکی بازیکن در واقع پدیده‌ترین بازیکن جام صحبت می‌کنیم، به نظر من رودری به نوعی میشه گفت پخته‌ترین بازیکن جام هست. و بازی درباره انگلیس هم صحبت کنیم. انگلیس چطور دیدی؟ آیا میتونه بازی آخر مقابل اسپانیا مشکل ایجاد کنه براشون؟ و
Bueno, creo que futbolísticamente le he visto flojo. Creo que tiene grandes jugadores, pero seguramente no estén al, a un gran nivel. به نظر من به نظر من از نظر حالا فوتبالی تا اون چیزی که من دیدم تیم خیلی عالی از نظر تاکتیکی نبوده ولی بازیکن‌های خیلی بزرگی داره. سی Evidentemente yo creo que España es, es favorita, pero bueno, todos sabemos que un partido puede pasar cualquier cosa. و به نظر من قطعا اسپانیا شانس بیشتری برای قهرمانی داره، اما همه ما میدونیم که توی همچین بازی هر اتفاقی میتونه رخ بده. بازی رو چند پیش بینی میکنه فینالو؟ Yo creo que va a ganar España 3-0 o 3-1. به نظر من اسپانیا 3-0 یا 3-1 میبره بازی رو. آقا دیگه یه طرفدار انگلیس حداقل میتونم یه ذره بات به این راحتی که قطعا نمیبره، حالا اگه نباز اسپانیا ولی به این راحتی نمیبرید. Pero sabes lo que pasa que yo creo que si España hace un gol rápido creo que el juego de Inglaterra va a ser totalmente diferente. Se va a tener que abrir y España yo creo que ante un equipo abierto es muy peligroso. خب به نظر من اسپانیا همجور تیم سریع هست و خب انگلیس برای اینکه بتونه جلوی اسپانیا نتیجه خوب بگیره باید باز بازی کنه و اسپانیا مقابل تیمی که باز بازی میکنن میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه. ما یه فوتو کلیپ از گوتی بچه‌ها آماده کردن، اینو پخش می‌کنیم، خود گوتی هم ببینه لذتشو ببره، برمیگردیم و صحبتمون رو با گوتی هرناندز ادامه. آقای گوتی ماشاءالله همچنان خوش تیپ و درجه یک موندی اینجا، فکر اونجا دیگه به تخته میزنن دیگه، ما به تخته بزنیم که بله Ojalá, la verdad que lo echo mucho de menos, el poder jugar y siento nostalgia, ¿no? Cada vez que veo todas esas imágenes. از شما تشکر میکنم و به خاطر این ویدیویی هم که الان پخش کردید خیلی از شما تشکر میکنم، ممنونم به خاطر اینکه همیشه دلم تنگ میشه برای این دوران. آقا یه گل آقای گوتی پاس گل داد گوتی، اصلا من امروز دوباره دیدمش، این قطعا پشت سرش چش داره، یعنی اصلا نمیشه یه آدم عادی با پشت پا انداخت برای بنزما. الان حالا ما چون تو اینستاگرام و یوتیوب اینا هست، این صحنه تک به تک شد به دروازه‌بان. بله بله، این با پشت پا انداخت و گله رو دفاع رفتن برای خودشون، حالا بعدا رو سایتمون گذاشتیم تصویرش میتونم برام ببینن. این صحنه خیلی عجیب غریب بود با پشت پا، من واقعا یکی از بی‌نظیرترین پاس گلای فکر کنم تاریخ فوتبال رو دادی آقای گوتی با این پاس پشت پایی که دادی و کریم بنزما دروازه خالی رو باز کرد. واقعا پشت سر چش داری؟ Bueno, no tengo, solo tengo dos ojos, pero es verdad que esta visión ha sido lo que me ha hecho jugar tanto tiempo en el Real Madrid. Creo que esa era una de بگم که چش پشت سرم ندارم، ولی خب این دیدی که موقع بازی داشتم باعث شد بتونم مدت زیادی توی رئال دووم بیارم. سی que era una de las era una de mis grandes cualidades, ¿no? Seguramente sin esa visión de juego a lo mejor me hubiera costado mucho el poder jugar en el Real Madrid. و قطعا این یکی از بزرگترین و بالاترین توانایی‌ام بود و اگر چنین توانایی نداشتم مطمئنا نمیتونستم زمان زیادی تو رئال دووم بیارم. یه پاس پشت پا هم به زیدان داد، اونم اصلا عجیب غریب بود جلوی سویا، اونم اصلا فوق العاده بود. من توصیه می‌کنم حتما بچه‌ها برن رو سایت ما رو اپ ما برن ببینن گلا و پاس گلای استثنایی گوتی رو ببینید چه بازیکن درجه یکی بوده. Yo viendo los dos, el de Zidane es mucho más difícil que el de Benzema. Yo creo que el de Benzema es bastante más fácil. من هر دو تاشو دیدم دوباره و به نظرم پاسی که به زیدان دادم خیلی به مراتب سخت‌تر از پاسی بود که به کریم دادم. آره اون خیلی خیلی خوب بود. درباره رئال نمیشه گوتی باشه و صحبت نکنیم. یه فصل فوق‌العاده دیگه برای رئال، یه لیگ قهرمانان دیگه برای آنچلوتی. Sí, la verdad que sí. Creo que ha sido una temporada extraordinaria y bueno, y sobre todo estamos ilusionados por todo lo que viene, ¿no? بله واقعا فصل بسیار فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشتیم و به خاطر تمام چیزایی که به دست آوردیم خیلی هیجان زده شدیم و خوشحال شدیم. سی
Seguramente va a ser una temporada especial, la llegada de Mbappé va a ser especial y bueno, estamos, como te he dicho, muy ilusionados, ¿no? En ganar otra vez todos los títulos. و خب فصل آینده هم که در پیش رو داریم با اومدن امباپه بسیار بسیار خاص خواهد شد و هممون خیلی هیجان زده هستیم از اینکه دوباره این فصل شروع بشه و بتونیم دوباره جام ببریم و قهرمان بشیم. و امباپه که در رئال در یورو موفق نبود در ترکیب فرانسه، فکر می‌کنی میتونه در رئال اون انتظارهای بسیار زیادی که ازش وجود داره رو برآورده کنه؟ Supuesto, yo creo que los jugadores que va a tener al lado son diferentes, le van a hacer mejor y به نظر قطعاً به نظر من این اتفاق میتونه بیفته به خاطر اینکه امباپه در رئال بازیکن‌های متفاوتی رو در کنار خودش داره که میتونن اون رو به بازیکن بهتری تبدیل کنن. Aparte el Real Madrid necesitaba un 9, un delantero y yo creo que esa va a ser la posición ideal para él. Va a hacer muchos goles y creo que va a ser un jugador muy importante para el Madrid. و اون چیزی که الان رئال نیاز داره یک مهاجم گلزن هست و خب به نظر من امباپه میتونه تو این پست بازی کنه و گلای بسیار زیادی هم برای رئال به ثمر برسونه. محمد تیم کهکشانی تو قلب آره من صحبت. یه چیزی میخوام، این اواخر من مستند بکامو دیدم و دوباره اون تیم کهکشانی برای همه ما زنده شد و به نظرم یه حسرت جدی همه خوردیم. شاید کارلوس کیروش برای اون تیم خیلی خیلی ویژه مربی عالی نبود. الان که برمیگردین فکر نمی‌کنین اینطوری باشه؟ کاش مربی دیگری می‌داشتین. Bueno, puede ser. Empezamos muy bien. Yo creo que hicimos una media temporada muy buena. خب به نظر من ما با کیروش هم فصل خوب شروع کردیم. کارو خوب شروع کردیم. حتی نیم فصل اول هم خوب بودیم. سی Y es verdad que luego el equipo se cayó en la segunda parte de la temporada. No sé si fue por el entrenador o fue por los jugadores, pero bajo team متاسفانه توی نیم فصل دوم یه دفعه همه شرایطش تغییر کرد و حالا نمیدونم به خاطر مربی بود به خاطر بازیکن‌ها بود. Un team Yo le tengo mucho cariño a Carlos Queiroz. Creo que es un gran entrenador y conmigo estuvo muy bien. و خب من نسبت به کارلوس کیروش حس خیلی خوبی دارم، مربی خیلی خوبی بود برای من، رابطه خیلی خوبی باش داشتم. بعد اون تیم زیدان داشت، فیگو داشت، بکام داشت، روبرتو کارلوس، رونالدو اوریجینال داشت و الان این یک کهکشانی دیگه الان مثلا با حضور امباپه و رودریگو و وینیسیوس و به نظر میسی یک کهکشانی دیگه هم در راهه. Pero yo creo que tiene mejor plantilla el Real Madrid que cuando nosotros jugábamos. Antes había muy buenos jugadores. به نظر من رئال مادرید الان ترکیب تیمی بهتری داره نسبت به اون زمانی که ما درش بازی می‌کردیم. Pero una plantilla muy corta, ¿no? Y yo creo que este Real Madrid de ahora, aparte de tener grandes jugadores, tiene una plantilla muy amplia. ما اون زمان ستاره‌های خیلی زیادی داشتیم ولی خب ترکیب اون از نظر دارایی بازیکن خیلی ترکیب محدودی بود، اما الان رئال مادرید تیمیه که دست و بالش در واقع خیلی بازتره و بازیکن‌های خیلی بیشتری داره. تو در اولین فصل حضور کریستیانو رونالدو در رئال مادرید باش هم بازی بودی و خیلی هم روابط صمیمانه کماکان با هم دارید. فکر می‌کنی هنوز باید درس ملی به بازی در تیم ملی پرتغال ادامه بده یا باید کنارگیری کنه؟ Bueno, yo creo que eso él solo lo va a decidir. Creo que es verdad que bueno que la Eurocopa no ha sido buena. خب به نظر من این یه تصمیمیه که خود رونالدو باید بگیره. این واقعیتیه که توی جام ملت‌ها خوب عمل نکرد. سی. Pero seguramente tanto Cristiano como Messi son ellos los que van a decidir cuando dejan la selección. Yo creo que nadie les podrá echar de ahí. ولی خب به نظر من مطمئنا خود هم رونالدو هم مسی خودشون باید شخصا تصمیم بگیرن که چه زمانی دیگه توی تیم ملی بازی نکنن. الان چیکار میکنی؟ تو عرصه مربیگری خیلی یه وقت رفتی آلمریا، یه زمان بشیکتاش، دوست داری در عرصه مربیگری هم فعال باشی؟ Sí, claro, obviamente, ese es mi objetivo, ser entrenador, pero quiero coger un buen proyecto, ¿no? Hasta que no
hasta que no salga trabajaré en la televisión. بله مطمئنا الان یکی از اهداف من همینه که مربی بشم، ولی خب تا زمانی که یه پروژه خوبی نداشته باشم نمیتونم کاری رو شروع کنم و فعلا توی تلویزیون مشغول به کارم. خیلی میگن که نسل بازیکنای تکنیکی و فانتزی باز مثل تو دیگه تولید نمیکنه بازیکن، الان بیشتر بازیکن‌ها فوتبال ماشینی ارائه میدن و قبول داری که الان خیلی کمتر بازیکنی که اینقدر تکنیکی باشه و راحت با توپ کار کنه کمتر شده تعدادشون؟ Por eso nos gusta la selección española. O sea, nos gusta porque tiene jugadores diferentes. Yo creo que el perfil de jugador en la Eurocopa. خب به خاطر همینه که من تیم ملی اسپانیا رو بیشتر دوست دارم، به خاطر که هنوز این بازیکن‌های تکنیکی توی اسپانیا پیدا میشن. Sí, el perfil de jugador que hay en la Eurocopa es muy similar. Por eso yo creo que muchos partidos nos hemos aburrido, ¿no? Porque para jugar ofensivamente necesitas jugadores creativos como los que tiene España. و خب به خاطر همین هم است که خیلی از بازی‌های یورو خیلی کسل کننده شده. به نظر من برای اینکه شما بتونید یک فوتبال تهاجمی زیبا ارائه بدید نیازمند بازیکن‌های تکنیکی هستید که بتونن خلاقیت از خودشون نشون بدن. Solo es defender, no solo es correr, sino también es tener creatividad cuando tienes el balón, ¿no? Y eso es lo que le falta a muchas selecciones. به نظر من فوتبال فقط دفاع کردن نیست. فوتبال حمله و ایجاد خلاقیت هم هست. داشتن بازیکن‌های خلاق است که الان خیلی از تیم‌های ملی اینو ندارن. تو یه بدشانسی هم آوردی که در نسلی در تیم ملی اسپانیا بازی کردی که هیچ موفقیت و جامی رو به دست نیاوردی دیگه در رده سنی پایین. چرا در تیم جوانان و تیم زیر 21 سال کلی نتایج خوبی رو تونستی کسب کنی، جام بگیری، ولی در تیم ملی اسپانیا تو نسلی افتاده بودی که خوب بازی میکردید، تلاش میکردی، ولی به جام نمیرسید. اگه چند سال دیرتر به دنیا میومدی من فکر میکنم قطعا تو هم کلی جام میگرفتی. Ah, no lo sé, yo creo que siempre las selecciones son generaciones y hay generaciones muy buenas que ganan muchos títulos y hay otras generaciones que es imposible que puedan ganar títulos. نمیدونم واقعا، ولی تیم‌های ملی معمولا همیشه بر پایه نسل‌ها ساخته میشن. یه نسل هست که بسیار موفق، جام‌های زیادی میبره، یک نسلی هست که خوب کار میکنه ولی نمیتونه جام ببره. Ojalá pudiera jugar con esta selección española. Seguramente me divertiría mucho. واقعاً یعنی ای کاش میتونستم توی اون اسپانیای موفق حضور داشته باشم. مطمئنم خیلی خوش میگذشت توی اون تیم به من. ولی خب کلی جام گرفته دیگه. 3 تا لالیگا گرفته. نه کلی لالیگا، 3 تا لیگ قهرمانان برده، جام حذفی کوپا دل ری برده، کلی جام برده. بهترین لحظه فوتبالی در تیم ملی اسپانیا و باشگاه رئال مادرید چه لحظه‌ای بوده؟ difícil porque como tú dices he ganado muchos títulos, yo creo que todos han sido importantes. خیلی سخته به خاطر اینکه همونطور که شما گفتید خب من جام‌های خیلی زیادی بردم. La primera Copa Europa que ganamos fue la más especial. Llevábamos mucho tiempo sin ganarla y yo creo que fue muy especial para el madridismo. خب ولی به نظر من مطمئناً اولین جام، در واقع اولین قهرمانی اروپا که من به دست آوردم از همه خاص‌تر بود، به خاطر این بود که خیلی وقت می‌گذشت از آخرین جامی که رئال به دست آورده بود و برای هوادار رئال خیلی خاص بود اونجا. سروش دو سه تا سوال کوتاه دیگه من بپرسم. اصلا هر چی بیشتر بهتر. من یه دونه سوال میتونم بپرسم ازش. رئال شما حریف بارسلونای یامال، ویلیامز و فیلیک خواهد شد؟ Ahora yo creo que al Barcelona le queda mucho todavía para llegar al Real Madrid. No creo que esos dos jugadores. خب به نظر من بارسلونا هنوز کار خیلی زیادی داره تا بتونه به این رئال مادرید برسه و همه چیز بر پایه دو تا بازیکن مربی اتفاق نمیفته، شکل نمیگیره. Creo que van a tener un buen equipo, creo que van a intentar por lo menos luchar la liga, pero sinceramente lo veo muy complicado, ¿no? Que puedan estar a la altura del Madrid. به نظر من میتونن تیم خوبی داشته باشن، در نهایت میتونن برای بردن لالیگا هم تلاش بکنن، ولی به نظرم هنوز خیلی کار دارن تا به پای رئال مادرید برسن. آره یه کوری خوبم خوند. تو شروع فوتبالت با راول و کاسیاس و هیرو
هم دوره بودی، بعدش اون تیم کهکشانی با فیگو و نمیدونم رونالدو اوریجینال و زیدان و بکام و اینا بودی، بعد کنار کریس رونالدو و کریم بنزما و کلی ستاره نسل جدید هم بازی کردی. اگه بخوای بهترین بازیکن تاریخ رئال مادرید رو نام ببری، از کی میتونی اسم ببری؟ بگو زیدان. خواهش میکنم. siempre lo dicho, he tenido la gran suerte de jugar con grandes jugadores. همیشه اینو گفتم که شانس اینو داشتم که با بازیکن‌های خیلی بزرگ هم بازی باشم. Es Ronaldo Nazario, para mí es espectacular, o sea, el poder vivir cada entrenamiento, cada partido con él, fue una locura. ولی اگه قرار باشه من یک بازیکن انتخاب کنم، قطعا رونالدو نازاریو رو انتخاب میکنم که واقعا هر بازی و هر تمرینی کنار اون قرار میگرفتم واقعا فوق‌العاده بود. و بهترین بازیکن اسپانیایی تاریخ؟ Sin duda Raúl, ¿no? Sin duda Raúl por todo lo que ha hecho en el Real Madrid, aunque es verdad que Iker Casillas también, ¿no? به نظر من بدون هیچ شکی راول، به خاطر همه اون کارهایی که حالا تو اسپانیا و رئال مادرید انجام داد و هرچند که به ایکر کاسیاس هم میتونیم اشاره کنیم. و آخرین سوال این که ما پاکو خمس اومد تو ایران کار کرد، از بین مربیای اسپانیایی لوکاس آلکاراز اومد و امسال هم آقای گاریدو به فوتبال ایران اضافه شده. شناختی داری از این مربیایی که حالا اومدن یا دارن میان ایران؟ Y claro que sí, creo que cada uno tiene un aspecto diferente y ve el fútbol de una forma diferente. خب قطعا بله 100% اینا رو میشناسم، هر کدوم از این مربی ها یک دید متفاوت و یک سبک متفاوتی نسبت به فوتبال دارن. Sí. No, la escuela española es muy querida fuera de aquí de España y sobre todo lo que nos gusta es tratar bien el balón, ¿no? و سبک بازی اسپانیا، سبک فوتبال اسپانیا خارج از اسپانیا خیلی محبوب هست و همه دوست دارن داشته باشن این سبک. خیلی ممنون. برای یه دونه، چون بهترین بازیکن رئال رو پرسیدین، اسپانیا رو هم پرسیدین، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال هم بپرسید. این مربیایی که اسمشون رو بردیم هر کدومشون مربیای فوق‌العاده‌ای هستن که مطمئناً میتونن تاثیر بسیار مثبتی بذارن. سوال سروش هم آقای علی شهی گفتش که بهترین بازیکن تاریخ فوتبال هم بگو و دیگه اش خدافظی کنیم. Bueno, que yo haya vivido Leo Messi, ¿no? Pero seguramente me quedo también con Diego Armando Maradona. خب با تمام اون چیزایی که هممون تجربه کردیم به نظرم لئو مسی، ولی خب مارادونا رو هم نمیتونیم در واقع فراموش کنیم. راجع به یه چیزی به نظرم خیلی متعصبانه و رئال مادریدی جواب دادین که البته حق دارین. خیلی از طرفدارای فوتبال اسپانیا در ایران به نظرم در جواب بهترین بازیکن اسپانیا جواب میدادن ژاوی یا اینیستا، چون به نظرم این دوتا خیلی فوق‌العاده بودن. خیلی راحت ازشون گذشتی. Bueno, no es que sea madridista, yo les considero grandes jugadores, pero yo creo que Casillas o Raúl están por encima de esos dos jugadores. خب من جوابم واقعا خیلی ربطی به این که هوادار رئال مادرید باشم به نظر خودم نداشت. اونا هم بازیکن‌های بسیار بزرگی هستن، ولی من از نظر من راول و کاسیاس از بقیه بازیکن اسپانیایی بالاترن. خیلی ممنون آقای گوتی هرناندز، بازیکن درجه یک و حالا شخصیت بسیار خوشرو و کاریزماتیک. خیلی ممنون از گوتی که به ما وقت داد، باهاش صحبت کردیم و انشالله که یه روز تو ایران ببینیمت. Bueno, ojalá y nada, y gracias a vosotros y mando un abrazo. امیدوارم که همینطور بشه. از همتون متشکرم. خدا نگهدار. خیلی هم ممنون. مرسی. چسبید. آره، گرم و باحال و خوش اخلاق و خیلی عالی.